جیسون رضاییان از پدری ایرانی و مادری آمریکایی 5 سال در ایران کار خبرنگاری میکرد. او از جمله در تهران برای روزنامه واشنگتن پست مینوشت. آقای رضاییان ناگهان در اوج مذاکرات هسته‌ای بازداشت و 1.5 سال بعد در روز اجرایی شدن برجام در یک تبادل تاریخی زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شد. با او در مورد کتابی که خاطرات اون روزهای پرتلاطم را در آن نوشته گفتگو کردم. جیسون رضاییان، سپاسگزارم از فرصتی که برای این گفتگوی اختصاصی در اختیار ما گذاشتید. برای بسیاری از مردم ایران زندانی شدن یا شکنجه روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی سیاسی و مخالفان کلاً بخش جدایی ناپذیری از زندگی در اون کشور هست. با این همه وقتی اون قسمت آغازین کتاب شما رو میخونه آدم که تشریح میکنید که چگونه بازداشت شدید، یه مقداری هنوز هم حیرت آور و تکان دهنده است. میشه باز کنی اون لحظات اول بازداشت تو و دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ بله، الان که میخوام بگم که شاید یه ذره فارسی هم به قول آمریکایی راستیه. چی میگیم؟ خوب نیست، خیلی روون نیست. چند سال هستش که خیلی استفاده نکردم و میخوام عذرخواهی کنم که زودتر نیومدم. مرسی که امروز این فرصت رو ما دادی. ببین، اون چند ساعت اول واقعا گیج کننده بود. من فکر نکردم که همچین اتفاقی بر ما میفته. 5 سال بود که توی ایران کار کردم، با مجوز کامل رفت آمد داشتم با آمریکا. هر سال یکی دو بار می آمدیم سان فرانسیسکو پیش خانواده و هیچ وقت همچی مشکلی نداشتیم. برای همین تعجب کردیم، ولی یواش یواش عادت کردیم که آها، این مثل هزار تا داستانی دیگه که برای خبرنگار آدم دوتابه‌ای، چی میگیم؟ دو تابعیتی اتفاقی که افتاد توی این 40 سال گذاشته. و اون لحظه ای که تفنگ رو میذارن جلوی صورت، خیلی ترسناک بوده، انگار توی فیلم بودیم، ولی واقعی بود. یه تفنگ توی صورتت یه چیزی نیست که آدم هیچ وقت فکر میکنه انتظارشو داشته باشه اصلا. هیچ وقت. و توی کتاب هم نوشتی که شکنجه فیزیکی نشدی، ولی انواع و اقسام آزار و اذیت‌های دیگه رخ داده. سخت‌ترین زمانی که در این 544 روزی که در زندان بودین کجاش بود؟ چه نوع آزار و اذیت‌هایی؟ خب انفرادی کلاً یه چیز خیلی سختیه. مخصوصاً از خانومم جلو بودم، خبر نداشتم از ایشون، نمی‌دونستم کجا بوده، زنده بوده، آزاد بوده. بعدش بعد از 5-6 هفته فهمیدم که اون همینجا توی اوین هستش، توی یه سلول که شاید خیلی نزدیک بوده. خب ولی توی انفرادی انگار توی قفس هستی، میدونی؟ بعد الان بعد از 3 سال که آزاد هستم، هنوز از جای تنگ و جایی که تنها هستم یه ذره میترسم و نمیدونم این حالت از این حالت میتونم بگذاریم توی زندگی. نمیدونم، واقعا یه تأثیری داره که موندگاریه. و توی کتاب، در کتاب از بالا و پایین هایی که با بازجوها داشتی هم خیلی حرف زدی، به خصوص باشون انگلیسی هم حرف میزدی. آره. بخش عمدهشو اون وقت فارسی شاید به خوبی حالا نبوده. خیلی چیزا بالا پایین داشتیم. اول این بازجو به قول خودش کارشناس اکسپرت ما فکر کردن که من هیچ فارسی بلد نبودم،
پس شروع کردم با انگلیسی یواش یواش، دیدم که نه من بلدم و بهتره برای ایشون که فارسی صحبت میکنیم، چون ایشون اونجوری یه پوان داره. پوان درست گفتم؟ یعنی ادوانتیج، دست بالا رو داره. آره آره، و دست من بالا هستش وقتی انگلیسی حرف میزنیم. خب ولی یک سال نیم خیلی مدت طولانی هستش، درسته؟ و شاید 1000 ساعت با هم بودیم توی اون یک سال نیم و گفتگوی زیاد داشتیم. فکر میکنید هدف اصلیشون چی بود؟ چی میخواستن از شما بگیرن؟ میخواین این قسمتشو انگلیسی بگین اگه راحت تری؟ کی؟ از اول؟ از اول. I think when they first took me, they didn't realize that I might have some value. فکر میکنم اول که من رو بازداشت کردن فکر نمیکردن که من ارزش چندانی براشون داشته باشم. به نظرم انگیزه هستشون بیشتر این بود که در مسیر مذاکرات هسته‌ای مانع ایجاد کنند. وقتی برگردید به فضای اون زمان میبینید که در روزهای پس از بازداشت من و همسرم به موضوع گفتگوها در حاشیه مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بودیم. هم در صحبت با رسانه‌ها و هم در جلسات خصوصی دیپلمات‌ها. در نتیجه هدف مشکل درست کردن برای دولت روحانی و مذاکرات بود، ولی با گذشت زمان بیشتر به یک گروگان در میان کشمکش‌های ایران و آمریکا تبدیل شدم. یعنی در آغاز عمدتاً یک دعوای سیاسی داخلی بود بین سپاه و روحانی، ولی بعد از مدتی شد یک اهرام سیاسی بین ایران و آمریکا. Between the IRGC and the Rouhani administration, and as time went on, you know, political leverage between Iran and the United States. توی همون مدت حالا غیر از بازجوها با قاضی صلواتی هم صحبت می‌کردی؟ نمی‌دونم با اون انگلیسی حرف می‌زدی یا فارسی. فکر می‌کنی ایشون انگلیسی؟ نه شک دارم. فکر کنم برداشت از شخصیت قاضی صلواتی چیه؟ ببین یه همسلول داشتم که میگفت که آقای صلواتی قصابه. خیلی ترسناک. قصاب. ترسناکه، درسته؟ بعد گفتم که یعنی منظور اینه که آدم میکشه؟ و خندید، گفت نه، حکم میبره کیلویی. یعنی برای خودش چیزی نیست یه حکم اعدام برای یکی بنویسه. و در واقع من فکر میکنم هیچ کار است. نظر خودمه. دقیقا همین سوالم بود که فکر میکنی یک کسی مثل قاضی صلواتی به خاطر اینکه کیلویی به قول اون همسالی شما حکم میداده سپاه میره پرونده رو میده دستش، یا اینکه به خاطر اینکه اونا هر حکمی بدن رو صادر میکنه، هر حکمی بهش بدن صادر میکنه رو به اصطلاح قاضی مورد علاقه شون هست؟ کدوم از این هست؟ شاید جفتشون. خب و I'll say this in English. I mean, he's been doing this for a long time. به انگلیسی میگم صلواتی خیلی وقت سر این کاره و پرونده‌های زیادی دستشه. حکم اعدام صدها نفر رو داده و بعضی از اونها هم اعدام شدن، بعضی هم البته آزاد شدن، ولی قطعا این احساس رو به شما میده که در ذهن خودش به نوعی وظیفه خودش میدونه که باید این احکام رو همونطور که بهش میگن امضا کنه. واقعیت اینه که صلواتی با هیچ استاندارد یک قاضی نیست و دادگاهش هم دادگاه واقعی نیست. It doesn't take very much understanding of the situation. I mean they spent من رو در کل 4 روز بردن دادگاه. بین 3 تا 8 ساعت اونجا بودم. نه یک برگه مدرک مستند ارائه کردن، نه حتی یک نفر شهادت داد، نه اجازه می دادن با وکیلم تنها صحبت کنم. یک بار هم که وکیلم رو دیدم هم خود قاضی و هم معاون دادستان تو اتاق بودند. اصلا نمیشه این مسخره بازی رو روند قضایی نامید. خود صلواتی یک ماه قبل از اینکه دادگاه شروع بشه بهم گفت حکم اعدام برات می نویسیم. اینها هیچ کدومش قانونی نبود. حتی قوانین ایران؟ When officials, while I was in prison, and even now, as other Americans and dual nationals sit in prison in Iran, وقتی مقام‌های مسئول میگن که این دو ملیتی‌هایی که بازداشت شدن حق دسترسی به وکیل دارن یا روند قضاییشون منصفانه است، خب نشون بدید ببینیم کدومشون به وکیل مستقیم دسترسی دارن. ساعت‌ها از دادگاه من فیلم گرفتن، ولی 1 دقیقه‌شو هم پخش نکردن. چرا؟ چون دادگاه واقعی نیست و او هم قاضی واقعی نبود.
and he's not an actual judge. در کتاب همچنین از جواد ظریف مفصل انتقاد کردی و مخصوصا در مورد اون چیزهایی که میگی دروغ میگفته وقتی که تو در زندان بودی. چند روز پیش هم دیدیم همینجا در نیویورک صحبت از این کرد که شبهای زیادی رو نخوابیده که تو آزاد بشی. واکنشت به این توضیحش چیه و چرا فکر میکنی که او بیشتر از همه مستحق انتقاد بوده؟ Look, I think you saw that in his appearance here in New York this week. بله در نیویورک دیدی که این حرف رو زد، ولی کلا هر وقت ازش در مورد بازداشت‌ها و زندانی شدن دو ملیتی‌ها یا خارجی‌ها می‌پرسن، از روند قضایی قوه قضایی دفاع کرده. روندی که جواد ظریف خوب می‌دونه مشروع و قانونی نیست. خوب می‌دونه وقتی میگه زندانیان دسترسی به وکیل دارن، در واقع چنین دسترسی ندارن و در مواردی در موردشون شک و تردید ایجاد می‌کنه. در مورد من همین کار رو کرد. البته او نماینده جمهوری اسلامیه و وقتی مثلا به نیویورک میاد و روزنامه نگارا ازش در مورد بازداشت ها میپرسن، مجبور یک جوابی بده و من نوعی هم که در ایران در زندان نشستم اصلا نمیتونم پاسخی بدم. البته یه قدر امیدوار کننده بود که گفت آماده است برای آزادی آمریکایی ها در ایران وارد مذاکره بشه و اختیار تام داره که چنین کاری بکنه، به خصوص که وقتی من زندان بودم میگفت او این اختیار رو نداره. امید من بیش از هر چیز اینه که افراد آزاد بشن و در موردشون هم مفصل گزارش می نویسم. نازنین زاغری رادکلیف و دیگران که هنوز زندانند. و انتقاد من از آقای ظریف به نظرم کاملا به جاست، مگر اینکه رفتار عوض بشه. دقیقا در مورد همین میخواستم سوال کنم که چقدر فکر میکنی که هم ایران و مخصوصا دولت آمریکا که حالا آقای ظریف میگه این همچین پیشنهادی بهشون داده، داره اون چه که باید بکنه رو میکنه برای اینکه این آمریکایی‌ها که در ایران هستن آزاد بشن؟ آیا فکر کنید دولت ترامپ قدم‌های لازم رو برداشته؟ No, I don't think they're doing what they need to do at all. نه فکر نمی کنم دولت ترامپ کاری که باید برای آزادی این افراد به گروگان گرفته شده انجام میده. In countries that we have adversarial relationships with, North Korea, Venezuela. دولت ترامپ همش در مورد موفقیتش در آزادی آمریکایی‌ها در کره شمالی، ونزوئلا و ترکیه حرف زده. ولی وقتی به ایران میرسه کاملا ناتوان بوده تا حالا. من نمی‌فهمم پشت ماجرا چیه که دولت ترامپ تلاش بیشتر نمی‌کنه برای آزادی دو ملیتی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران. همون جماعتی که معترض بودند به دولت اوباما و میگفتند اصلا نباید با ایران در مورد مسائل هسته‌ای حرف بزنید، مگر اینکه اولین بازداشتی‌ها مثل من آزاد بشن، حالا درباره همون آدم‌ها وقتی رئیس جمهور ترامپ از برجام خارج شد در سکوت کامل بودند، در حالی که همه ما می‌دونیم که خروج از برجام به معنای از بین رفتن شانس آزادی و بازگردوندن اون آمریکایی‌ها بود. برای همین به تلاش‌هام برای نجاتشون ادامه میدم، چون دولت ترامپ اصلا به فکرشون نیست. I just don't see that they have the interest of these Americans in mind at all. در همین زمینه دیدم که در مورد تحریم‌ها هم صحبت کردی. خیلی ها ممکنه تعجب بکنن که چرا جیسون رضایان که این همه بلا سرش اومده با تحریم‌هایی که آمریکا علیه سپاه و حکومت گشته مخالفه. Look, I have no problems with sanctions that are directed at certain individuals inside the من هیچ مشکلی با تحریم هایی که مقام های داخل ایران را هدف قرار بده ندارم. ما میدونیم چه کسانی مسئول بسیاری از این سرکوب ها هستند. ولی چیزی که من را نگران میکنه اینه که وقتی مثلا کل یک بخشی از نیروی نظامی ایران رو تروریستی میخونید، شرایطی رو ایجاد میکنید که صدها هزار مرد ایرانی، اگر نگیم میلیون ها، که خدمت اجباری سربازشون رو در سپاه انجام دادن، حالا یک دفعه هر جای دنیا که برن مظنونین به تروریسم هستند. بعد در مقابل پاسخ ایران هم اینه که هر کی تو ارتش آمریکا در خاورمیانه سرباز بوده از دید ما تروریسته و ما هر کاری دلمون میخواد باهاش میکنیم. ما با این واکنش مقام های ایران البته موافق نیستیم، ولی وقتی سپاه رو تروریست میخونیم باید انتظار چنین پاسخی رو داشته باشیم. ما هر دومون خیلی ها رو میشناسیم که بدون اینکه بخوان مجبور شدن دوره خدمت سربازیشون رو در سپاه بگذرونند. خیلی هاشون در خارج از ایران هم زندگی میکنن. اینا همه تروریستن.
این سوال منه. فکر نمی کنم. در نتیجه حرف من اینه که تحریم مقام های ایران یه حرفه، ولی مجرمانه کردن مردم یک کشور، همونطور که در فرمان ممنوعیت سفر ایرانیان که ترامپ صادر کرد دیدیم، سیاست غلطیه. در کتاب نوشتی که یک رئیس جمهور آمریکا، جمهور سابق، می‌خواسته بیاد ایران و تو رو بیاره به آمریکا. کی بوده این رئیس جمهور سابق؟ You have to go ask their several surviving از خود رؤسای جمهوری زنده باید بپرسی. چهار تاشون هنوز زندن. You know, I think there's maybe four of them that it could be and you should ask them. پس تو نمیگی بهمون. نه. حتی این بود که جیمی کارتره، کسی دیگه به نظر نمیاد، ولی من جیمی کارتر رد کنم. نبوده. جیمی کارتر نبوده. پس یکی از چهار تا نبوده. خیلی میمونه آقای کلینتون و بوش هایی که زنده بودن، حالا یکیشون زنده. در اون ساعت آزادی این اولین باری که در این چهار ماه که کتاب بیرون اومده یکی این سوال رو از من میپرسه. در اون ساعت آزاد شدنت خیلی وقایع زیادی رخ میده، خیلی پرتلاطمه. فکر کنی چی شد که باز شد که اون لحظات آخر سپاه یا بازجوها نخوان بذارن که همسرت یگانه و مادرت از ایران باهات خارج بشن؟ I don't think I'll ever know 100%, but there were secret negotiations going on for the release of myself and other Americans. فکر نمی کنم هیچ وقت کاملا از اون چه پشت صحنه میگذشت مطلع بشم. سفیر وقت سوئیس در ایران اون شب در فرودگاه تهران به من گفت که همسرم یگانه هم بخشی از توافق بوده و باید با من خارج بشه. توافق با مقام های ایران این بوده که همه کسانی که آزاد میشن با همسرشون آزاد بشن. فکر کنم تیمی که در سپاه پرونده من دستش بود میخواست همسرم رو در ایران نگه داره تا من اون طرف ساکت بمونم. در زندان هم که بودم هی به هم مدارک مختلف میدادن که امضا کنم که وقتی آزاد شدم چیزی در مورد تجربه‌ام در زندان و مقام‌های ایران نگم و شکایت هم نکنم. ولی هم اونها هم من میدونستیم که امضای این برگه‌ها زیر فشار ارزشی نداره. برای همین سعی کردند همسرم رو نگه دارن که تضمین داشته باشن که حرف نمیزنم. ولی در نهایت توان این کار رو نداشتن. 543 روز من رو نگه داشتن، ولی در 12 ساعت آخر دیگه اوضاع رو کنترل نمی‌کردن. چون کسانی بالاتر از مقام اونها مذاکره کرده بودند و تصمیم گیرنده بودند. مثل بچه های تیمی بودند که بازی رو باخته. You know, they were like little boys who lost the big game. That's what it looked like to me. می‌دونیم که مخالفان توافق هسته‌ای بارها گفتن که این 1,700,000,000 دلاری که به ایران داده شد بخشی از رشوه بود برای آزادی شما. و این یکی از نقاط انتقاد شدید به آقای اوباما و کلن توافق هسته‌ای بود. در کتاب نوشتی که به نظر تو اصلا رشوه نبوده. ببین، look, if you go back and you look at the history of what happened، اگر به تاریخ ماجرا نگاه کنید کلی مدرک وجود داره که نشون میده چه رخ داد، و اون این بود که پرونده‌ای در دادگاه حل اختلاف‌های ایران و آمریکا وجود داشت. این دادگاه همونطور که می‌دونید در دهه 80 میلادی تشکیل شد که به شکایت‌های بین دو کشور رسیدگی کنه. چون وقتی دو دولت رابطه دیپلماتیک ندارن، نیازه که یه راهی برای حل اختلاف‌ها باشه، و این هم یکی از چندین و چند پرونده اختلاف بود. در گذشته این دادگاه هم به نفع ایران رأی داده و هم به نفع آمریکا، و هر دو طرف ده ها و صد ها میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. در این پرونده خاص دادگاه در آستانه صدور حکم علیه آمریکا و الزام واشنگتن به پرداخت چندین میلیارد دلار به ایران بود، و وزارت خارجه آمریکا دید این فرصتیه که حالا که در دادگاه شکست خواهند خورد، زودتر برن و با ایران توافق کنن که هم جریمه کمتری بدن، همین که آقای اوباما تصمیم گرفت همه این کارها رو در یه روز انجام بده. همه این کارها که میگم، منظورم تعلیق تحریم‌ها در برابر اجرای برجام از طرف ایران، آزادی ایرانیان زندانی در آمریکا در برابر آزادی شهروندان آمریکا در ایران که شامل من و چند نفر دیگه میشد، و پرداخت این جریمه پرونده دادگاه. درسته، اینا همه همزمان شد. اما تنها وقتی که این مسائل جداگونه به هم پیوند خورد، اون ساعت‌های آخری بود که سپاه میخواست اجازه خروج همسر من رو نده، که خلاف مذاکره بود که انجام شده بود.
اینجاست که آقای کری به طرف ایرانی میگه اگه همسر من اجازه خروج پیدا نکنه اون پول هم داده نمیشه. در نتیجه این پول در هر حال باید به ایران داده میشد. ولی آمریکا از اون در لحظه آخر استفاده کرد تا سپاه زیر قولش نزنه. ولی اینکه تبدیل شد به داستانی برای خودش که بله دولت اوباما نقد به ایران رشوه داد و اینا برای آزادی ما، کاملا حرف مسخره و بی اساسی بود. یک در نهایت یک شکایتی کردی از دولت ایران در دادگاه که فکر کنم رقمش $1 میلیارد خسارت هست. این رقم بر چه اساسیه و حالا غیر از این که آیا اصلا یه روزی همچی پولی یا حتی قسمتی از اون پول رو بتونی بگیری از دولت ایران، هدفش چیه؟ First and foremost, I should say that there are extreme limitations. Even if I was to get $1 billion judgment, there's a max. اولا بگم که بر اساس قوانین محدودیت‌های زیادی وجود داره در مورد میزان پولی که به عنوان غرامت میشه گرفت. 1% کوچیکی از اون رقم نمادین $1 میلیارد. ولی اینکه چرا شکایت کردم چند دلیل داشت. یکی اینکه می‌خواستم جایی باشه که بتونم از خودم دفاع کنم و روایت واقعی رو بگم، چون در دادگاه ایران چنین اجازه‌ای رو پیدا نکردم. حتی هیچ حکمی در نهایت در ایران برام صادر نکردند. کلی علیه من گفتند و در رسانه‌های حکومتی علیه من نوشتند و مدعی شدند مدرک علیه هم هست. کو؟ اینکه می‌خواستم حداقل از عدالت برقرار بشه. اینها خیلی بلا سر من و خانواده‌ام آوردند. ما خیلی آزار دیدیم و در این ماجرای 1.5 ساله و هنوز هم پیامداشو داریم حس می‌کنیم. فکر می‌کنی هیچ وقت دلم می‌خواست بشینم اینجا و اون روزای سخت رو مرور کنم؟ نه. دلیل سومم این بود که امیدوارم با این شکایت شاید یک کم هزینه این کارها رو برای مقام‌های ایران افزایش بدم. همونطور که می‌بینیم همچنان دارن بازداشت می‌کنن. فقط چند هفته بعد از آزادی من چند شهروند دیگه آمریکا و بریتانیا مثل نازنین زاغری رو زندون کردن. اگه یه روزی روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه، مقام‌های ایران باید جواب این شکایت‌ها و احکامی که در آمریکا صادر میشه رو بدن. پس دفاع از خود، عدالت و بازدارندگی انگیزه های طرح این شکایت بود. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتی جیسون، خیلی ممنون. You know, to all the folks back in Iran, I miss everybody that I know very much. این گفتن چه میتونی فارسی بگی؟ خیلی برای زندگی ما و دوستای ما تو ایران دلمون تنگه و امیدواریم یه روزی تو یه جایی در دنیا همدیگر رو ببینیم. امیدوارم که بتونیم یه روزی برگردیم با هم انشاءالله. سپاسگزارم، ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشتی.